هشدار عبدالله عبدالله بگرنوزیون و کابل. به نام خداوند بخشاینده و مهربان و با تقدیم سلام به یکی دیگر از ویدیوهای چینل جنرال پلاس خوش آمدید. چرا ثبات و همگرایی تظاهرات میکند؟ ثبات و همگرایی یکی از بزرگترین ائتلافهای فراگیر و همشمول در تاریخ معاصر افغانستان است. این دسته انتخاباتی به اساس قوانین نافذه کشور و قانون انتخابات وارد مبارزات انتخاباتی گردید. در مبارزات انتخاباتی به صورت گسترده و فراگیر شرکت کرد و دیدگاه ها و برنامه های خود را با حضور در سراسر کشور مطرح ساخت. ثبات و همگرایی به این باور بود که به رغم نگرانی ها از تلاش ها برای سازماندهی تقلب از سوی دسته دولت ساز و استفاده از امکانات دولتی به نفع یک جریان با استفاده از تکنولوژی بایومتریک تقلب به حداقل کاهش می‌یابد و برای نخستین بار در افغانستان شاهد برگزاری انتخابات نسبتاً شفاف و عادلانه می‌باشیم. اما سوگمندانه تخلف‌ها و تقلب‌های گسترده صورت گرفت به دلیل اینکه ثبات و همگرایی برای طرفداران خود وعده سپرده بود که از رای پاک آنان حراست می‌کند و دیگر به تقلب اجازه نمی دهد سرنوشت مملکت را تعیین کند. وارد مرحله جلوگیری از تقلب، تقلب زدایی و تصفیه آرای پاک از ناپاک گردید. در این یادداشت به عوامل و انگیزه های اشاره می کنیم که ثبات و همگرایی را وارد این مرحله ساخت تا چرای رفتن به سوی تظاهرات روشن و واضح گردد. در روز انتخابات تعداد زیادی از شهروندان کشور نامهای خود را در فهرست رای دهندگان و دستگاه نیافتند و از دادن رای محروم شدند. به اثر مداخله و همکاری مسئولان محلی، کارمندان کمیسیون و افراد منصوب به دسته انتخاباتی دولتساز، تقلب‌های گسترده‌ای در اکثریت ولایت‌های کشور به نفع دسته دولتساز صورت گرفت. فیلم های از تقلب یک روز بعد از انتخابات در ولایت های مختلف در شبکه های اجتماعی و رسانه های کشور به نشر رسید. در این فیلم ها به وضوح کارمندان کمیسیون و افراد دولتساز در حال تقلب دیده می شدند. بر علاوه اصل قرار گرفتن استفاده از ماشین بایومتریک در این انتخابات روشن شد که صدها هزار رای بایومتریک به نفع محمد اشرف غنی و دسته انتخاباتی دولتساز استفاده گردیده است. سقف مشارکت در انتخابات از سوی حمدالله محب مشاور امنیت ملی رئیس جمهور غنی در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد 3 میلیون اعلام گردید. کمیسیون مستقل انتخابات به اندک تأخیر سقف مشارکت در انتخابات را 2.7 میلیون اعلام کرد. دسترسی نامزدان به برگه های نتایج از طریق وبسایت در ملوک تفاوت میان آرای بایومتریک و بی بایومتریک را علنی و آشکار ساخت. بعد از جنجال ها درباره شفافیت و تعریف آرای بایومتریک و بی بایومتریک آغاز گردید. ثبات و همگرایی بر اصل بایومتریک به اساس قانون انتخابات، لوایح و طرز العمل های انتخاباتی و توافقنامه کمیسیون با احزاب و شرکت در ملوک تاکید کرد. تیم دولت ساز در بحث های خود تمام آرای استفاده شده در روز انتخابات را بایومتریک خواند و تنها حضور رای دهندگان در محلات و مراکز را برای اعتبار رای آنان کافی دانست. تقصیر عدم استفاده از دستگاه ها را به دوش کمیسیون و کارمندان این نهاد انداخت. آقای مسلمیار رئیس مجلس سنا و از طرفداران دسته دولتساز در صحبت های خود خطاب به رئیس کمیسیون انتخابات گفت: تمام آرا را سر پدرت حساب میکنیم. کمیسیون بعد از سکوت و بحث‌های داخلی اصل را بایومتریک قرار داد، اما در عمل به این اصل متناقض برخورد کرد. پروسه انتقال معلومات رای دهندگان به سرور در ملوک و درج معلومات برگه‌های نتایج کاغذی و دیجیتالی در مراکز معلومات کمیسیون آغاز گردید و ثبات و همگرایی در این روند به صورت فعال اشتراک کرد. سفارت‌ها و کشورهای متحد افغانستان به شمول سفارت آمریکا، اتحادیه اروپا و نمایندگی سازمان ملل متحد از شفافیت و اصل بایومتریک بودن آرا برای جلوگیری از تقلب حمایت کردند. بعد از شمارش آرا و اصل قرار دادن بایومتریک، کمیسیون بار دیگر سقف آرا را 1.7 میلیون اعلام کرد.
چگونگی رسیدگی به دستگاه های آسیب دیده یا فاقد کارت های حافظه و چگونگی انتقال معلومات این دستگاه ها به مرکز معلومات باعث جنجال گردید. بالاخره اطراف دخیل برای آن رای حل پیدا کردند و معلومات از طریق کامپیوتر به مرکز معلومات منتقل گردید. بعد از اعلام پایان کار و اعلام رخصتی در یکی از شبهای کابل، دولتساز در هماهنگی با دارالانشای کمیسیون و برخی از کمیشنرها قفل مرکز شمارش آرا و مواد حساس را شکستاندند که باعث عکس العمل شدید دسته ثبات بمگرایی و نهادهای جامعه مدنی گردید. بعد از اعلام سقف آرای بایومتریک اشتراک کنندگان 1,791,703 یکی از کمیشنران به نقل از شرکت در ملوک رقم تازه 1,037,603 را اعلام کرد که در مرکز معلومات آن شرکت قرنطین شده بود و عنوان کرد که این آرا باید به عنوان آرای بایومتریک پذیرفته شود. توضیحات کمیسیون و شرکت درباره چگونگی قرنطین شدن این آرا در مراحل مختلف متفاوت بود. به این صورت سقف آرای اعلام شده به 1,929,333 ارتقا داده شد. کمیسیون این آرا را وارد سقف ساخته و آن را به رغم شک و تردیدها معتبر دانست. به دلیل مشکوک بودن این آرا، ثبات و همگرایی خواهان خارج ساختن آن از دور گردید و تأکید کرد که نباید این معلومات مشکوک وارد سقف آرای بایومتریک گردد. کمیسیون از اعلان تعداد مراکز باز و بسته در روز انتخابات بر رغم خواستهای مکرر ثبات و همگرایی اجتناب ورزید. به دلیل اینکه توافقنامه میان کمیسیون مستقل انتخابات و شرکت در ملوک امضا گردیده است، این کمیسیون است که باید از درملوک بخواهد که چگونه عمل کند. شرکت در اعلامیه ها و نامه های خود گفته که این شرکت طبق قرارداد معلومات را در اختیار کمیسیون قرار می دهد و به اساس توصیه های کمیسیون عمل می کند و تصمیم درباره چگونگی برخورد با معلومات به دوش کمیسیون است. تیم ثبات و همگرایی با اتکا به توافقنامه کمیسیون با درملوک در توافقنامه کمیسیون با احزاب سیاسی و درملوک از کمیسیون کتباً و حضوراً تقاضا کرد تا شرایط و مواصفات رای پاک و با اعتبار بایومتریکی را در تصفیه درملوک در نظر بگیرد. این خواستها شامل شرایط و مواصفات ذیل می گردد. اول، باطل کردن عکس تکراری، عکس از روی عکس و عکس اطفال با تطبیق اصل 50% مشابهت. دوم، باطل کردن آرایی که قبل از ساعت 7 صبح و بعد از ساعت 5 عصر استفاده شدن. سوم، مشخص کردن موقعیت یا جی پی اس دستگاه ها در مطابقت با طرز العمل و قرارداد کمیسیون با درملوک. چهارم، باطل کردن نشان انگشت تکراری. علنی شدن تماس ها میان کمیسیون و شرکت در ملوک، ارائه پاسخ و مکتوب به پرسش های ثبات و همگرایی در جریان تصفیه کمیسیون از در ملوک، دریافتن عکس های تکراری 65% مشابهت را اصل قرارداد و از قبول معیار جهانی 50% اجتناب کرد که باعث شد هزاران رای تقلبی بدون تصفیه بماند. از 102,000 رأی که توسط درملوک خارج از وقت مشخص گردیدن، کمیسیون با تقسیم بندی تنها 13,000 آن به تفتیش فرستاده و بقیه را اعتبار بخشید. درباره جی پی اس با موقعیت دستگاه های بایومتریک در روز انتخابات، درملوک و کمیسیون آماده نشدن معلومات ارائه نمایند. کمیسیون تصمیم گرفت بدون تصفیه کامل به سوی بازشماری محدود برود و به این اساس نتایج ابتدایی را اعلام کند. در این معادله مجموعه آرای مشکوک و تقلبی که باید به اساس قانون انتخابات و لوایحه و طرز العمل‌های کمیسیون باطل می‌گردیدند به 300,000 می‌رسید. مذاکرات و تلاش‌های ثبات و همگرایی در حل مشکل با کمیسیون نتیجه نداد و کمیسیون هیچ یک از خواست‌های قانونی و اصول ثبات و همگرایی را نپذیرفت. در یک حرکت خلاف قانون و لوایح و طرز العمل های کمیسیون تصمیم تازه و غافلگیر کننده ای گرفت تا به علاوه آن حدود 300,000 رای مشکوک و تقلبی
2432 محل خیالی را دیگری را که فاقد معلومات و بایومتریکی است به تفتش و بازشماری روان کند و در صورت دستیافتن به معلومات قابل اعتبار به قول کمیسیون نتایج آن را اعتبار بخشد. رهبری ثبات بمگرایی به کمیسیون ابلاغ کردند که آنان تنها و تنها طبق قانون و لوایح و طرز العمل‌های مربوط می‌خواهند با کمیسیون بی‌طرفانه مستقلانه و طبق قانون عمل کند. در غیر آن ثبات بمگرایی مشروعیت روند را نمی‌پذیرد. دوستان عزیز، از اینکه تا آخر ویدیو با ما بودید جهان سپاس. تا ویدیوی بعد، الله نگهدار.